با درود به بینندگان عزیز تلویزیون ایرانیان، هفته گذشته نخستین مناظره نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری برگزار شد، مناظره‌ای که به قول آقای روحانی و محسن رضایی و دکتر عارف بیشتر شبیه به تستی بود که در مدرسه از بچه ها میکنه. و مگر در سیاست جمهوری ولایت فقیه هر چقدر هم که بزرگ باشی در نهایت بچه نخواهی شد، چون ارباب فقیه برای تصمیم میگیرد و تو نمیتوانی تصمیم بگیری. خیلی ها ماندن که چرا آقای رفسنجانی یا احمدی نژاد کاری نمی کنه. کار رفسنجانی به اعتقاد من تمام است، در واقع در همان حد اعتراضی که کرد و اشاراتی که به گذشته و امروز داشت کارش پایان می گیرد. اما همگان ماندن که احمدی نژاد چرا پرونده قرمز را بیرون نیاورد، مگر قول نداده بود که پرونده را به زودی روی میز خواهد گذاشت و محتوایش را به اطلاع همگان خواهد رساند. چنین نشد و آقای احمدی نژاد اسرار را نزد خود نگاه داشت. چه اتفاقی افتاد؟ در پس پرده چه گذشت؟ چطور به او اجازه ندادند که حرفهایش را بزند؟ اینها همه سوالاتی است که شاید زمانی که رژیم جمهوری ولایت فقیه به مزبله تاریخ پیوست بتوانیم پاسخ آن را پیدا کنیم. اما بعضی میگویند او از جانب آقای وحید آجودان ویژه آقای خامنه‌ای تهدید به قتل شده بود. در هر حال در هفته گذشته مشاهده انضمام نام سید اصغر حجازی رئیس امنیت خانه ویژه ولی فقیه به فهرست بدنامان و سیاهکاران و تروریست ها خبر خوشی برای ملت ایران بود. در این حال غربی ها که منتظر بودند در انتخابات ریاست جمهوری اتفاقی بیفتد، چهره ای بیاید که بتواند با آنها کنار بیاید، آنها نیز ناامید شدند. به معنای دیگر سلایحه‌ای که در کنگره آمریکا در شور دوم قرار دارد به تصویب خواهد رسید. به معنای دیگر فشارها بیشتر خواهد شد. آقای خامنه‌ای با اعزام نیرو به سوریه و بسیج 5000 حزب اللهی از لبنان و جیش مهدی و عصائب اهل حق از عراق مشغول جهانگیری است. تصورش بر این است که ولایتش را در چارسوی خاورمیانه برقرار می کند. ظاهرا کسی نیست به او بگوید ولایتت به پایان رسیده است، با کاری که در انتخابات کردی آن رابطه باریک و نازکی را که با بعضی از اخشار داشتی آن را نیز بریدی. وقتی در جمهوری ولایت فقیه هاشمی رفسنجانی بنیانگذار این نظام در کنار آقای خمینی رد صلاحیت می شود، معنایش این است که این نظام قابلیت بقا ندارد و حتی کسی را که می خواهد نجاتش دهد پس می زند. برای مردم انتخابات ریاست جمهوری حالا جز نمایش مضحکی نیست که پیشاپیش نتایجش رقم زده شده است. آقای خامنه ای سعید جلیلی را می خواهد، عزیزش را به جلوی صف فرستاده است و در پشت او ولایتی روی نیمکت رزرو. در واقع اگر آقای جلیلی آنقدر آرایش پایین بود که به هیچ روی نمی شد این سنم را در بازار عرضه کرد، سنم قدیمی تری هست که او را بر کرسی ریاست بنشاند. در این میان قالیباف میتواند بازی را به هم بزند، اما آیا کسی در انتظار آن است که دوم خرداد دیگری تکرار شود و مثلا مردم به فردی رأی بدهند که میخواهد رضاخان اسلامی باشد یا پرویز مشرف ایران؟ همچنان باید تأمل کرد. در روزهای آینده پاسخ این سؤال را خواهیم یافت. شاید این آخرین تفسیر من بر پهنه تلویزیون ایرانیان باشد،
که بعد از این همه سال 3 دهه میخواهد متوقف شود. با علی لیمونادی خواهم بود، در کنار هم هستیم و با شما نیز. شاید این 5 دقیقه هفتگی نباشد، اما ساعات بسیار در هفته خواهد بود. تلویزیون ایرانیان تجربه ای بود که 3 دهه با آن بودم، با علی لیمونادی، برای او، برای دیگر همکاران آرزوی توفیق و سرفرازی دارم.